فارسی زبان سراسر دنیا. من مینو صالحی کمبل هستم از تورنتو. این برنامه رو سه شنبه ها پخش میکنم و امیدوارم که این برنامه ها استفاده، میدونم که قابل استفاده هست برای همه، منتها خب بایستی لطف بکنین و مرتب بیان، میدونین که قد قد نشه. من برای شروع برنامه یه بلسینگ خیلی کوتاه میفرستم برای اینکه یه چند تا نفس عمیق بکشین و با هر بازدمی، هر چی که تو فکرتون بوده، هر چی که مشکلاتتون بوده، اینا خالی بشه و سعی کنین این چند لحظه ای رو که با من هستین واقعا با من باشین. این نهایت خواهش منه. من خیلی بهش میگن گوانین لینج هولدر هستم، حتما عکسش رو دیدین، در هند و در چین خیلی معروفه به بودی صفا، چون زنه ولی به مرحله بودایی رسیده، ولی قسم خورده تا زمانی که حتی یک روح در زمین باشه یا در کهکشان باشه و این به روشنگری نرسیده باشه، من ادامه میدم، این آمدن رو به زمین ادامه میدم. من خیلی خیلی I'm very blessed to have the lineage holder of her. خیلی ممنون هستم ازش. چشمتون رو ببندین، فقط به اون نیتی که دارین به اون فکر بکنین. در ضمن من توی دو تا صفحه هستم، هم با تلفنم اینستاگرام، هم با چیز کامپیوترم، لپتاپم، با یوتیوب، با ببخشید با فیسبوک لایف هستم. معذرت میخوام اگه چشمم گهگاهی این ور اون ور میشه. به هر حال یه بازدم دیگه، چن شو چن یان دا سدا بی وا جو کو جو نان گوان دا وان من گوان شرین پو سا لینگ وی شان شر گوان شرین پو سا Lingwishang shir Guan shir Yin pu sa Lingwishang shir Qian shou qian yin Da sa da be Jou ku jou nan Guan da wan men Guan shirin pu sa ling wei shang shir Guan shirin pu sa ling wei shang shir Thank you, Guan Yin. Thank you, thank you, thank you. Dear تمام عزیزان و عزیزانی که در این کرگفیای Love, Peace, Harmony که در اتاق من هست میبینین، اینها کمیتی دارن، اینها با هزاران
سنت و هولی بینگز مقدسین اینجا هستند و یه فضایی رو ایجاد کردن برای شما، برای همه ما، که ما بتونیم یه چند دقیقه رو با خودمون باشیم، تنها باشیم و به اون نیتی رو، این مدیتیشنه، مدیتیشن در عشق و صلح و هارمونی برای بهبود زندگی و صلح جهانی، این اسم این گروهه. من یه مقداری مجبور هستم که درباره اینه که کی هست، چی هست، از درباره چی صحبت میکنم، یه مقداری به دوستان اطلاع بدم. میدونم برای بعضیا تکراریه، ولی مجبور هستم برای کسانی که جدید میان لازم هست که یه مقداری گذشترم بدونم. این دکتر ماستر ژیگانگ شا هست که استاد من هست و الان بعد از 11 سال که همراهش بودم، باهاش بودم، حالت پیشرفته تر شدم و ایشون یکی از بزرگترین شفا دهنده های بزرگ دنیا هست و در خیلی پزشک وسترن و ایسترن، غرب و شرق و اینا رو تدخیل داده، این دوتا چیزهای جدید و گذشته قدیمی که برمیگرده 5000 سال طب سنتی چینی، اینها رو تلفیق داده و ازش چیزی در آورده که الانه من خدمتتون انجام میدم، صحبتشون میکنم و همه اینا رو هم با فرمولا و ماتماتیکس، با ریاضی، با فیزیک، همراه با دکتر رولینگ شو، همه این چیزها رو در دا ساینس نوشته شده، گفته شده که ایشون از یکی از استاد استادان چیزهای هنری چینی هست، مثل کانفو، چیگانگ، فانگشوی، ایجینگ و خیلی چیزهای دیگه. استاد آکوپانکچریست خیلی معروف هست، گیاهشناس و خیلی چیزهای دیگه. منم با ایشون از یازده سال پیش آشنا شدم، به خاطر اینکه خیلی مریض بودم، روابطم خوب نبود، وضع مالیم خوب نبود و این کتاب رو توی کلمبوس اوهایو توی کتابخونه پیدا کردم و شروع کردم به خوندنش. من نمیدونستم که ایشون کی هست، چی هست، بعد که یواش یواش بهتر شدم، بعد اون وقت دنبالش رو گرفتم و همینطور که این کتاب میگه، چند دقیقه تئوریش رو میگه، بعد میگه حالا بذار زمین، حالا تمرین بکن. و ما باید تمرین بکنیم که اگه بخوایم نتیجه بگیریم از کارمون، هر کاری که میخواد باشه، بایستی تمرین بکنیم. و امروز درباره این 5 تا انرژی چاکرا صحبت خواهم کرد و که چرا اینها چی هستن. هفته پیش درباره روح و چگونگی اون، اهمیت روح صحبت کردم، برای اینکه طبق گفته دکتر شاه میگه روح رو اول خوب بکن، متحول بکن، بعد اثرش رو در فکر و در بدن خواهی دید. و امروز این 5 تا انرژی سنتر که اینا همه مجازی هست، قابل چشم به دید ما نیست، که کجا هستن و کارشون چیه، اهمیتشون چیه، درباره اون صحبت میکنم. اولیش لور دنتین هست، دومیش منطقه برفی کوهستانیه یا به قول یوگیا میگن کندلینی، و سومیش مسج سنتره
یعنی مرکز پیام که پیغام میگیره، که میگن وسط دانتین و بعدش زوچا هست و بعدم چشم سوم که در مغزه. و توسعه این پنج قدرت، پنج مرکز انرژی واقعا کلیدی هست برای پیشگیری، برای پیشگیری از بیماری ها، برای حفظ سلامتی و افزایش طول عمر. و اما محل اونها، اگر اجازه بدین من اینو در این تخته میکشم. شما فرض کنین که من نقاش نیستم، میبخشین، ولی به خوبی خودتون میبخشین، ولی فرض کنین که این یک انسان گردنش و اینم پاهاشه، این نافه و این نقطه مهمه. لور دانتین که بزرگترین مرکز انرژی هست، اندازه یک مشت دسته که گفتم با چشم معمولی دیده نمیشه، ولی 1.5 سون که این چیز چینی هستش، مثل ما که مثقال داریم اونا هم سون دارن، که اندازه مثلا این قطر، این چی میگن، ناکه قطر اینه، معمولا یک اینچ میشه معمولا، که این از به طرف پایین که میای یک 1.5 سونه، بعد 2.5 سونم میره تو، یعنی یه چیزی رافلی به طور تصور بکنیم، یه همچی چیزی اینجا میشه قرار میگیره. و این مرکز بنیاد مهم انرژی بدنه و کلید استقامت، سرزندگی، ایمنی و کلید طول عمر. مرکز انرژی که بعد از، یعنی ما باهاش به دنیا نیومدیم ولی میسازیم خودمون، یعنی بعد از تولد. و بعد من البته اینجا نوشتم پس از زایمان، ولی مقصود من اینه که ما باهاش به دنیا نیومدیم و مرکز ساکن، مسکن روحه، معمولا روح در اینجا قرار میگیره. بعد اهمیت دومین منطقه سنو مانتن ایریاس، این فرض کنین که ستون فقراتتونه، فرض میکنین این ستون فقرات اینجا دنبالش هست و در اینجا ما دو تا هول داریم، دو تا سوراخ هست، با چشم معمولی دیده نمیشه ولی اینها هست. و این کندلینی از، اگر اینو به سه قسمت از داخل ناف، سه قسمت به پشت، سه قسمتش بکنیم، یک سوم رو بیاییم جلو و تو انه هفتون بریم پایین، تقریبا اینجا میشه. این هم پس شد، بهش میگن سنو مانتن ایریا، که این لفظ لقب چینی هست، بودایی هست، در دائزم
میگن گلدن ارن. ارن معمولا به چیزی میگن ظرفای خیلی چدنی خیلی خیلی قدیمی میگن که توش را چیز میپختن و این خیلی معروفه، ولی بهش در زم یوگ به یوگیا بهش میگن کندلینی، فرق نمی کنه همش یه جاست یه کلم است. پس این شد اسنو مانتن اریا یا کندلینی، KUNLINI کندلینی. بعد پس این شد دو تا انرژی سنتر. سومیش درست مرکز سینه است. سینه که میگن فرض کنین که بین دو تا نیپال که هست، شما تو ان هفت سون برین تو، تقریبا یه همچین چیزی در میاد که وسط انرژی چاکرا هم هست، پشت جناق، پشت جناق میشه، که این مرکز بسیار بسیار مهمی است. این کندلینی یا اسنو مانتن اریا، اینو ماها باهاش به دنیا اومدیم، یعنی قابل دید نیست، ولی این مرکز انرژی قبل از تولده، یعنی از والدینمون، از اجدادمون انرژیشونو به ارث میبریم و این جوهره این انرژی اونهاست و کلید کیفیت زندگی و طول عمر طولانی و در ضمن منبع انرژی برای کلیه هاست. میدونیم که کلیه ها اینجا هست، یکی اینور یکی اونور، و مرکز انرژی برای اونها هست و غذای انرژی هست برای چشم سوم و مغز و نقطه شروع چهار مریدین هست که اینها چیزا لغت هاییه که مربوط به طب سنتی چینی میشه. مریدین اگر دیده باشین، شاید دیده باشین که یه تصویرایی مثل عصب که در بدن انسان نشون میدن، در اینها خیلی پیچیده هست، ولی مریدین هم مثل عصب در تمام بدن هست و شروع چهار تا مریدینه، یکی رنه که از جلو به عقبه، یکی دوه از عقب به جلو، و دایره یکی بالاست یکی پایین. خلاصه من وارد جزئیاتش نمیشم و ولی منطقه بسیار 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 مهمی هست. بعد مرکز پیام دل که گفتم در بین سینه ها هست، این مرکز دل ارتباط بی نهایت زیادی داره. هرچی که ما این مسیج سنترمونو، این مرکز پیاممونو باز بکنیم، ما بهتر و بهتر ارتباط میتونیم با بهتر و بهتر با دنیای دیگه در تماس باشیم. یعنی چی؟ یعنی این مرکز مسیج سنتر مرکز چیز هست، ارتباط هست، یعنی با شروع چیز فرض کنین که لنگویجتون رو، سول لنگویجتون رو یاد بگیرین،
خیلی راحت ما میتونیم با تمام صلح های سراسر دنیا ما در تماس باشیم، از جمله خدا، از تمام عزیزان خدا با خودمون میتونیم در تماس باشیم و قدرت التیام بخشی داره و مرکز احساسات، هر جور احساساتی که شما فکر بکنین اصلا مرکز قدرت درمانیه، اینجوری بگم، و باعث میشه که اعتدال و اعتدال عاطفی رو در ما به وجود بیاره. و بعد مرکز عشق، فورگیونس، وقتی میخوای کسی رو ببخشیم با اینجا نمیبخشیم، با اینجا میبخشیم، با دلمون میبخشیم، این همون دلمونه، مرکز شفقت. وقتی که یه کسی رو میبینین که مریضه، اصلا دلتون میگیره، میخوان بدونین یه کاری بکنین براش، و با از طریق این هست که ما میتونیم به دیگران عشق بورزیم، چیز ببخشیمشون یا شفقت نشون بدیم و خیلی چیزهای دیگه. و قدرت میده که برای همه جوانب زندگی این مرکزشه، هر نوع مشکلاتی توی زندگی دارین این جوابشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه شما فرض کنین که مشکلی توی بیزنس پیدا کردین، ها؟ از خودتون، از سول خودتون، از روح خودتون کی به شما نزدیک تره؟ این سول شما اینجاست، همینجا نشسته، چرا باهاش تماس نگیریم؟ چجوری با زبان سول، با زبان روح؟ من حالا کمکتون میکنم که زبان روحتونم در بیارین، ولی اول امروز میخوام یه مقدار آگاهی درباره این 5 تا انرژی سنتر بدم. و مرکز البته برای روشنگری دل، برای مرکز کارماست، اطلاعات منفی، همه اینا مرکزش اینجاست، همش و همش اینجاست. بنابراین هرچی که اینو بیشتر مثل آینه هست که ما به مرور زمان گرد و خاک و نمیدونم این چیزها از طریق، نمیخوام درباره خودتون شما حرف بزنم، درباره خودم، از نمیدونم، از شنیدن چیزای منفی که شنیدم، مثل اخبار، مثل چیزای منفی که دیدم توی تلویزیون و اینا، کارهای منفی که من کردم، اینا همش باعث شده که روی قلبم کدورت به وجود بیاد، هی کدر شده. من باید چیکار کنم؟ باید اینو صافش کنم، باید پاکش کنم، نه؟ باید پاکش بکنم. این عشق میگن استنداد رو از بین میبره و بخشش باعث میشه که اینر پیس داری، درونت آرامش پیدا میکنی. و بعد خب وقتی که آدم اینو پاک بکنه، طبیعتا بایستی طوری باز میشه که تو میخوای به همه کمک بکنی، به همه میخوای کمک بکنی. یعنی باید آدم متعهد بره برای روشنگری که هدف آمدن به این زندگی توی این جسم هستیم، هدف روشنگریه، هدف اینه که ما به روح خودمون وقت بدیم، باهاش کمکش بکنیم که این روح ما از اینجا
هی یواش 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 بیاد بالا، بعد به جایی برسه که دیگه بر نگرده، که من هدفم اینه حقیقتا. حالا و بعد باید تعهد بکنیم که خودمون رو وقف خدمت بکنیم، با خدمات جهانی، با عشق جهانی، با بخشش، با صلح، با شفا که به دیگران میدیم، با برکت، با هماهنگی و همه و همه چیز. و بعد میرسیم به زوچا. زوچا بین این یه حرفه هست بین ابروهامون که در آکوپانکچر پوینت این تنگ میگن، بین ابروهاست و پشتش به اندازه یه گیلاسه. زوچا مرکز قدرت، کلید قدرت ذهنه، به خصوص میدونیم که ما 5% از 5% یا 10% بیشتر از این 15 بیلیون سل مغزیمون استفاده نمی کنیم. این یه چیز واضحیه و توی این 21st century، توی این قرن 21 ما قرار هست که اینو بیشتر بازش بکنیم، آگاهیمونو بیشتر و بیشتر توسعه بدیم که این سلولایی که خوابیده شده مثل یه دمپاییه که از روش رد میشیم، یه جایی که حله میذارن که آدم پاش کثیف نشه، ما باید اینو رد بکنیم و اینو بازش بکنیم. این بالقوه، این قدرت در مغز هست و مرکزش هم گفتم که بین ابروهاست، اینجا چریسا هست. اون وقت چیز کجا هست؟ ترد آی اگر فرض کنین که از بین همین بین ابروهاتون یه خط از بالا تا پشت سرتون اینجا بکشین و یه خط هم از بالای گوشاتون بکشین، اونجایی که قطع میکنه سه تا سون، یعنی 3 اینچ تقریبا میرین پایین، میخوریم به همین ترد آی که در مغز سر شماست و به اندازه یه گیلاسه و با قده ترجمه گوگله قده سنوبری نوشته مطابقت میکنه، یعنی محلش، حالا پینیال گلند بهش میگن. و چشم سوم یکی از اون چیزهاییه که شما رو با مراکز معنوی وصل میکنه و شما میبینین چیزهایی رو که خارج از این دنیا هست در یک جهت، در سوی دیگه ای که قابل دید برای همگی نیست شما میبینید. منتها بایستی اونقدر قوی، یعنی مرکز انرژی همین کندالینیتون خیلی بایستی قوی باشه، خیلی خیلی، برای اینکه خدای نکرده اگر نباشه شما به خودتون صدمه خواهیم زد. برای اینکه خیلی خیلی ها رو من دیدم که خیلی ضعیف شدن، خسته هستن و تخلیه میشن، مثل اینکه انرژی دیگه ندارن و سیستم ایمنی آدم رو ضعیف میکنه و چیزهای دیگه، تجربیات دیگه ای بایستی چیز داشته باشین به وجود میاره که امیدوارم شما نکنین این کار رو. خیلی ها هستن که میگن میتونن این کار رو بکنن ولی گوش ندن. شما وقتی که این کندولینیتون به اندازه قوی باز قوی بشه،
این خودش your third eye is pops open، یعنی اینقدر. و بعدش هم احتیاج به تمرین داره بازم. این مثل فوده، مثل غذاست که بایستی به اینجا برسی از این طریق، از همون دوتا چی سوراخ‌هایی که گفتم که قابل دید نیست. اینها هم باعث میشه که کلیه ها قوی بشه و از طریق نخاع وارد مغز میشه، وارد ترد آی میشه. از این نظر حتما حتما حداقل روزی نیم ساعت بایستی، هر روز بایستی روی کندلینیتون کار بکنین که مرکز انرژیه. اوکی، خب حالا به اندازه کافی حرف زدم، حالا بریم سر تمرین. و اما تمرین، تمرین ما همونطور که میدونیم درباره من این تخته رو بذارم یک کمی عقب‌تر. امیدوارم که قابل دید باشه برای شما. و چون فقط ما این رو داریم، این ستا رو داریم، من میخوام که با هر سه اینها تمرین بکنیم، به اضافه لاف پیس هارمونی را هم بخونیم. How about that؟ خب من یه چند دفعه لاف پیس هارمونی رو میخونم و شما هم همراه من تکرار بکنین. چشمتون رو ببندین و یک چند دقیقه رو با خودتون باشین و من صدای خوانندگی ندارم، ولی امیدوارم که شما قبول بکنین دیگه به خوبی خودتون. لولا لولا لی، 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 لولا. شما چشمتون رو ببندین و فقط حس کنین. این چیزی نیست که با مغز بگیرین، اینو باید فقط حس کنین. اگر چالشی دارین الانه فکرشو بکنین و بعد از 0 تا 10 یه شماره بدین، بگین چه اندازه هست پیش خودتون. اوکی، بعد وقتی که ما خوندیم و بعدم اینا رو تریس کردیم، با هم دیگه دنبال کردیم، بعدم اون وقت دوباره ازتون میپرسم. موافقین؟ اوکی. عاشق دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دل ها و روح ها رو یکی کنیم، عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. لولا لولا
Love.
عاشق دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دل ها و روح ها رو یکی کنیم، عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. یه چند دقیقه در این حالت باشیم. و بعد با من این خوشخطی ها رو دنبال کنین. 5 تا انگشتتون رو رو هم بذارین و نور رو از 360 درجه بیارین در اون منطقه ای که شما نیت کردین، your requested، از 360 درجه نور به اون نقطه میتابه و همراهش من با این خطکش این خطاطی ها رو دنبال می کنم و شما هم با 5 انگشتتون و می خونیم. لولا لولانی، لولا عاشق دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دل ها و نور روح ها رو یکی کنیم، عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. I love my heart and soul. I love all humanity.
تمومش بکنین مثل من، بعد فقط دستتون رو رو به روش بگیریم، کار دیگه نمیخواد بکنیم، فقط دستتون رو بگیریم. این وایبریشن این اونقدر زیاد هست، 600 هرتز اندازه گیری شده و شما با حتی دستتون رو بگیرین روبروشم، این فرکانس رو میگیرین. چشمتون رو ببندین این Love, Peace, Harmony، این خوشخطی ها و این آهنگ رو دکتر مستر شاه از سورس، از منبع گرفته و اینها اطلاعات بسیار مثبت درشون هست که این اطلاعات منفی ما رو یا کارمای منفی ما رو یواش 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 از بین میبره، مثل یه آنین، مثل یه پیازه که وقتی پوستش رو میکنی لایه به لایه پوست داره بازم، اینا رو یواش یواش این پوستا لابلاها گرفته میشه، از بین میره. حالا اگر لطف بکنین و خیلی وقت نذاشتیم، نزدیک یه ربع وقت گذاشتیم، ولی اون از اون 10 تا 0 تا 10 که بهتون گفتم یه نمره بدین، الان هم یه نمره دیگه بدین. مثلا فرض کنین که زانوتون درد میکرد، اون موقع شمارش 7 بود یا 8 بود یا 10 بود، الانه چقدر شده؟ یا اگه سردرد داشتین یا هر چیز دیگه داشتین، الانه چقدر شده؟ این Love, Peace, Harmony یه سازمان غیر انتفاعی هست که هدفش
با سازمان هایی که اهداف مشترکی دارند خدمت به بشریت هست. خدمت به بشریت هست که سطح آگاهی کره زمین و مردم که روش هستند به طور کلی بالا ببره. ضمیر ناخودآگاه مردم رو بالا ببره. الان من از گوانین لینگوی شانگشور دوباره بهش ارتباط برقرار میکنم و چالش های ما به خاطر اینکه در عشق و صلح و هارمونی نیستیم و بایستی ارتباط برقرار بکنیم، نظم برقرار بکنیم، هماهنگی برقرار بکنیم تا بتونیم این چالش های ما یواش 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 از بین بره. از بین نمیره ولی تبدیل میشه. من حالا با همون هدیه‌ای که گرفتم که همون گوانینز لینج هولدر هست که من ارتباط الانه با اون دارم، حتما عکسشو دیدین، یه خانمی با هزار چشم و هزار دست، من با اون برقرار میکنم و این تریژر رو به شما برای چالشی که دارین یه چند دقیقه بهتون میدم. Qian shu qian yan da se da be jo ku jo nan ling wei shang shu guan shi yin pu sa ling wei shang Qian shu qian yan da se da be jo ku jo nan guan da wan men wan she yin pu sa ling wei shang shu Guan Shi Yin Pu Sa Ling Wei Shang Shi Qian Shu Qian Yan Da Se Da Be Jo Ku Jo Nang Guan Da Shirin Pusa Ling Wei Shang Shir Guang Shirin Pusa Ling Wei Shang Shir Qian Shu Qian Yan Da se da be jo ku jo nan guan da wan men guan she yin pu sa ling wei shang shi guan she yin pu sa Ling Wei Shang Shi
Thank you, my treasure, Guanyin lineage holder treasure. Please rest. Thank you, Guanyin Lingui Shangshu. Thank you, Dabejo 87 Buddhas. Love you, honor you, appreciate you. I cannot thank you enough, honor you enough, appreciate you enough. Thank you. See you till next week, huh? Bye.